به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگم. در ساعت 2 بعد از ظهر بارانی و سرد واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در این شماره از برنامه تفسیر خبر نگاهی میاندازیم به وضعیت محیط زیست در ایران، آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی در باره محیط زیست میگویند. یک مسئول ارشد جمهوری اسلامی در ارتباط با محیط زیست در مازندران میگوید روزانه 3000 تن زباله در جنگل‌های مازندران ریخته میشود. مردم سیستان و بلوچستان همچنان از طوفان شن، طوفان ریزگردها رنج میبرند. آن سوتر در عرصه اعتیاد یک مسئول ارشد جمهوری اسلامی در ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید در ایران سالانه دست کم 450 تن تریاک مصرف میشود. سازمان ملل متحد میگوید ایران از نظر مصرف مواد مخدر در رده نخست قرار دارد و سن معتادان در ایران به 15 سال کاهش یافته است. آخرین خبرها را در عرصه محیط زیست و اعتیاد در ایران بررسی می‌کنیم در گفتگو با خانم اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و در پاریس فرانسه آقای جلال ایجادی جامعه شناس. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. برای نخستین بار با من و شما هستند خانم اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست. تحصیلات عالی خودشون رو در ایتالیا به پایان بردند. در این زمینه دارای پژوهش‌های چندی هستند که برخی از اونها منتشر شده و برخی از اونها همچنان ادامه دارد. امیدواریم در برنامه‌های آینده نیز با من و شما باشند. سلام به شما خانم بهرامی. درود به شما و بیننده های عزیزتون، وقت شما بخیر. آقای جلال ایجادی جامعه شناس دارای درجه دکترا در جامعه شناسی نیز نخستین بار هست با من و شما هستند. چندین کتاب از ایشون منتشر شده، مقالات متعددی در رسانه های خبری، نوشتاری و اینترنت منتشر شده. نخستین بار هست همونطور که اشاره کردم در این برنامه مهمان من و شما هستند. سلام به شما آقای ایجادی عزیز در پاریس. درود بر شما جناب آقای چالنگی و همچنین درود بر مهمان عزیز شما خانم بهرامی و همچنین درود بر همه بینندگان رسانه شما در هر کجا که هستند. اجازه بدین اول پرسش خودمون رو با خانم بهرامی در بین بذاریم. خانم بهرامی، ریزگردها در خوزستان همچنان پیامداش هست، در سیستان و بلوچستان. مسئولان حکومتی در ایران یکی از علتها رو خشکیدن تالاب ها و به اصطلاح تغییرات جوی دونستن، ولی بیشتر خشکیدن تالاب ها و خشکیدن منابع آب و بقیه مسئول. شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست وقتی نگاه میکنید به هموطنانتون در سیستان و بلوچستان و مصیبت این طوفان ریزگردها، علت‌ها رو در چی می‌بینید؟
مسائل محیط زیستی من فکر میکنم که باید در طول زمان بهش نگاه بشه و نمیتونیم مقطعی اون رو بررسی بکنیم. به هر حال مشابه مشکلی که الان در خوزستان وجود داره و ما حداقل از 4-5 سال قبل اسناد ثبت شده برای این مورد داشتیم و نشانه هاش وجود داشت، در مورد سیستان و بلوچستان هم مدت خیلی طولانیه که ما مسئله افزایش در واقع سرعت بادهای 120 روزه سیستان رو داشتیم و افزایش دوره زمانی اون رو داشتیم و همینطور این در پیوند مستقیم با وضعیت آبهایی که به صورت زیرزمینی معمولا در هر منطقه وجود داره که قاعدتا در جغرافیای سیستان هم سطح آبهای زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده و همینطور وضعیت تالاب هامون که به نظر میرسه بسیار بسیار قابل اهمیته. توی این چند وقت اخیر پیگیری های دولت داشته در مورد در واقع رایزنی با افغانستان برای رفع مشکل هامون که اگر علاقه‌مندان به محیط زیست و پیگیر مسائل سیستان و بلوچستان رو بررسی کنن متوجه خواهند شد که بخش زیادی از اون متوجه تصمیماتی که در نهایت دولت افغانستان باید بگیره در مورد حق آب هیرمند یا در مورد باز کردن سدهایی که مانع رسیدن آب به هامون میشن، به این معنی که بخش عمده ای از مسئله در واقع بارش از رو دوش خودش دولت برداشته و در این در حالی که 2/3 این تالاب در ایران وجود داره. ما فراموش نباید بکنیم که این تالاب قابلیت صید و ماهیگیری داشته، قابلیت کشتیرانی کوچک برای صیادان محلی داشته و به تبع اون مطمئنا مانند مثل یه زنجیره ای وضعیت محیط زیست به هم متصله و اخبار این که چیزی نزدیک 200 روستا توی سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شده و یا اینکه ما 32 تا روستای داشتیم که بسیار طوفان در اونها قدر شدید بوده که خونه‌ها زیر شن مدفون شدن، باید پیوند اینها رو در واقع ما مستقیما کارشناسان محیط زیست و دولت جدی بگیره برای اینکه وضعیت آب در واقع باعث گرد هم آمدن و حیات انسانی و حیوانی و در هر منطقه جغرافیایی میشه. یعنی به نظر شما با کارشناسای دیگه محیط زیست یه همچی وضعیت یک قابل جلوگیری هست و دو در صورت که پدید اومد مثل الانی که هست امکان داره که جلوشو گرفت، یعنی از میونش برد و بعدا یه کارایی کرد که دیگه به وجود نیاد؟ دو تا اشتراک خیلی مهم به نظر من در مورد وضعیت که برای خوزستان وجود داره و وضعیت که برای سیستان وجود داره علارغم اختلافات جغرافیایی که دارن هست. یکی مسئله مرزی بودن این دو تاست و اینکه به هر حال وضعیتی که در این دو تا به وجود اومده یه بخشش عوامل خارجیه و موضوع دیگه مسئله تالاب‌ها و رودخانه های مثلا در مورد سیستان و بلوچستان فصلی و در مورد خوزستان که مسئله خیلی جدیه چون ما بلندترین پرآبترین رود ایران رو در این منطقه داشتیم. از لحاظ پیش بینی زمانی به نظر من مثلا اگر در مورد خوزستان و یا در مورد سیستان و بلوچستان زاهدان مشخصا بخوایم بررسی بکنیم می‌بینیم که همه نشانه ها وجود داشته. شما اهواز رو توی 5-6 سال متوالی جز 5 شهر آلوده به لحاظ آلاینده میبینید، یا اینکه ما در مورد سیستان ثبت داشتیم که تو این چند سال اخیر بادهای 120 روزه تعداد روزاش افزایش پیدا کرده، سطح آب سدها به شدت پایین اومده، غلظت نمک در اونها بالا رفته و این موردی نیست که در عرض 1 سال یا 2 سال به وجود بیاد. مدت زمان طولانی اتفاق افتاده، در طول سالها این فرایند به وجود اومده. بله مسلما قابل اندازه‌گیری بوده، حداقل ماجرا این بوده که گروه‌های پژوهشی تحقیقی به وجود بیاد که اینا بتونن با کمک نیروهای محلی، با کمک بودجه‌ای که در مجلس مصوب میشه، اختصاص داده میشه، اطلاع رسانی کنن و اندازه‌گیری‌های دقیقی انجام بدن و بتونن در واقع موضع رو شناسایی بکنن، مبدأش رو بشناسن. شما می‌بینید که مثلا در مورد مسئله خوزستان خیلی چیزهای مبهمی هنوز وجود داره و دلیلش هم اینه که ما ابزار اندازه‌گیری کافی نداریم، مرکز مشخصی برای اندازه‌گیری و در واقع سنجش جنس ریزگردها، مبدأی که میان، آسیب میزان آسیب رسانی که دارن، هنوز ما مراکزی رو مستقر نکرده محیط زیست یا وزارت صنایع یا کشاورزی در این دو تا منطقه جغرافیایی. موضوع بعدی اینه که خب راهکار چیه؟ به نظر میرسه که
ما وقتی که در مورد اقلیم و در وقتی در مورد مسائل محیط زیستی صحبت میکنیم با زمان در واقع مواجه همون با بعد تقسیم بندی شده باشه، میتونیم بگیم در کوتاه مدت، میان مدت یا دراز مدت چه راهکاری وجود داره که میتونیم حال بهش بپردازیم. خانم بهرامی عزیز حتما در مورد راهکارها در ادامه برنامه سخن خواهیم گفت یا از پرسش هایی که داریم مطرح میکنیم، اما یک نکته رو من اینجا اشاره کنم برای بینندگان در مورد اهمیت رودخونه هیرمند. میتونید کسانی که مایل هستند در پیش از نظام جمهوری اسلامی خاطرات آقای اسدالله علم روانش شاد وزیر دربار ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی رو بخونید که چه اهمیتی داشته تأمین آب منطقه سیستان و بلوچستان و صحنه ایران از رودخونه هیرمند، چه مذاکراتی میشده، چه تلاشایی میشده و این نکته. و یک نکته که از نظر تاریخی سیستان و بلوچستان زمانی در تاریخ ایران انبار غله ایران در حکومت فقیه، اما مردمانش محتاج گندم و آب. آقای ایجادی عزیز، پرسش ساده این هست که چرا حکومت اسلامی ایران، حکومت دینی ایران، حکومت شیعه ایران و هر عنوانی که به اون بذارید، چرا وضعیت محیط زیست اهمیت چندانی براش نداره؟ ریزگردهای خوزستان چند سال میان میرن، نه راه حلی، نه صحبتی، نه برنامه‌ای، نه فکری، چرا اهمیت نداره؟ ببینید دوست گرامی، همطور که مهمان عزیز شما هم مطرح کردن، خانم بهرامی، مسئله محیط زیست یک مسئله اساسی برای تمام جوامع بشری و از جمله جامعه ایران هستش و متاسفانه کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار بسیار زشت و سیاه هستش. یعنی مسئله ریزگردها رو که ما اگر فقط نگاه بکنیم، یکی میشه مطلب به اصطلاح عامل خارجی رو مطرح کرد و مسئله اقلیمی رو مطرح کرد که این مسئله اقلیمی در همه جا کم و بیش با شدت و ضعف وجود داره و همچنین در منطقه خاورمیانه به لحاظ وسیع به اصطلاح مناطق وسیع کویری در عربستان سعودی یا عراق و ادامه جنگ ها و داغون شدن محیط زیست در اینجا، و از سوی دیگه آنچه که در ایران میگذره و آنچه که در ایران میگذره از نظر من یک عامل اساسی هستش. یعنی مسئله خارجی، عامل خارجی یک عامل فرعی هستش. ببینید تمامی بافت زیست محیطی ایران طی این 36 سال اخیر به شدت ضربه خورده. از شما توجه بکنید به مسئله زاینده رود که در واقع خوش کردن از حدود 100 کیلومتری اصفهان تا مرکز خود ایران، مسئله خود کارون که حدوداً 2/3 از آبهای کارون در واقع از بین رفته یا از طریق سدها یا از طریق آلودگی‌های شدیدی که وجود داره، مسئله عرض موضوعتون که خود دریاچه ارومیه هستش که در حال نابودی هستش و انواع اقسام درگیری هایی که ایجاد شده در حوزه محیط زیستی و آنچه که در ایران به عنوان پدیده در واقع ریزگرد ها مطرح میشه، این پدیده در سالهای اخیر باز افزایش پیدا کرده. فقط یک نمونه، بودجه‌ای که سه دولت ایران و عربستان سعودی در ارتباط با مهار کردن ماسه ها در نظر می گرفتن، از زمان دوره اول آقای احمدی نژاد و دوره دومش بودجه ای که اختصاص داده شده بود که جلوگیری کنن از وزش بادها و بلند شدن در واقع این ریزگردها، این بودجه در واقع حذف شدش. من مجددا اخیرا نگاه می کردم به بودجه ای که دولت ایران باید اختصاص میداده به نسبت به ریزگردها، این بودجه حداقل رو در همین دولت آقای روحانی در واقع حذف کردند. یعنی آنچه که ما با این واقعیت هستیم مواجه هستیم که رژیم و سیستمی که در ایران هستش به لحاظ در واقع تمامی حرص اقتصادی و مالی که داره و فقدان یک نگاه و نگرش زیست محیطی و زیست بومی که باید وجود داشته باشه، تمامی منابع
و ثروت‌های طبیعی رو مورد هجوم قرار داده که این هم از زاویه فعالیت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی من اینها رو در واقع محکوم می‌کنم و هم از نقطه نظر به اصطلاح خود فقدان سیاست‌های لازم و بودجه‌های لازم و به تبع شرکت‌های خصوصی و غیره ذلک. و بنابراین این دولت و این حکومت به هیچ وجه حساسیتی برای محیط زیست انسان‌ها که برمیگرده به حقوق اولیه اینها، حقوق بشر، در ضمن مسئله حقوق زیست انسان‌ها در محیط ایران هستش و متاسفانه این رژیم لیاقت و شایستگی این چنین مدیریتی رو نداره. آقای ایجادی، آقای قالیباف، محمد باقر قالیباف که شهردار تهران هست، ایشون آمده و گفته بله ما اقرار میکنیم، منکر نمیشین که مشکلاتی هست، اما این مشکلات یک شبه به وجود نیومده، بنابراین یک شبه هم عبه نمیره. حرف درستی هم هست، یک شبه به وجود نیومده، اما پرسش اینه که از کی به وجود اومده؟ از زمانی که شما مسئول هستید. یک شبه سوال همینه. وقتی خانم معصومه ابتکار 8 سال در دوره ریاست جمهوری خاتمی مسئول سازمان محیط زیست بود، 8 سالم الان، چند سالم هست الان هست، اینها شما هم مسئول هستین. بله کاملا صحیح هستش. ببینید مسئله محیط زیست یک روندی هستش که طی این روندها شما میتونید اونو حفظ بکنید و رشد بدید و کیفیت محیط زیست یک جامعه رو افزایش بدید یا برعکس به شکل منفی و مخرب عمل میشه و در این راستا در واقع بازنده یک کشور خواهد بود. شما به عنوان یک مثال معین توجه بکنیم، مسئله به اصطلاح دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه از چه زمانی دستخوش این بیماری و این بحرانی که ما امروز ازش داریم صحبت میکنیم شد؟ از حدود 20 سال پیش، یعنی از حدود 20 سال پیش، به خصوص به لحاظ تشدید فعالیت‌های صنعتی نوع کشاورزی به اصطلاح با راندمان بالا که این منجر شد به ایجاد سدهای گوناگون روی 15 رودی که به این دریاچه می‌ریختن، انواع اقسام سدهای گوناگون زده شد تا این سدها در واقع آب رو به سمت به اصطلاح کشتارهای صنعتی ببرن و در ارتباط با خود دریاچه. از سوی دیگه هزاران چاه عمیق و نیمه عمیق در اطراف در واقع این به اصطلاح دریاچه زده شد. به علاوه تمام ماجرایی که مربوط به ایجاد به اصطلاح اون راه میانگذری که قسمت شرقی رو به قسمت غربی ربط میده و این در واقع ایجاد این راه برای خودروها و غیرزالک منجر به این شد که روش و مدار طبیعی آب در واقع جلوش گرفته بشه، همه رویدادها که یک رویدادهای سیاسی اقتصادی و نتیجتاً زیست محیطی هستند در چه زمانی صورت گرفت؟ در دوران جمهوری اسلامی صورت گرفته. اگر یک دولتی این در واقع لیاقت رو داشته باشه، این دورنگری رو داشته باشه، برنامه ریزی میکنه برای جنگل های ایران، چگونه جنگل های ایران حداقل نزدیک، بنابر البته آمارهای گوناگونی هستش، نزدیک 20 الی 1/3 جنگل های ایران طی این 30 سال اخیر مورد ضربه قرار گرفتن. پس بنابراین اینها زمانی که در واقع به لحاظ عوامل طبیعی یا عوامل انسانی محیط زیست مورد هجوم و در واقع خرابی و ویرانی قرار میگیره، مسئولیت شهروند، مسئولیت سازمانهای دولتی، مسئولیت دولت چیست؟ برای حفظ این هستش. متاسفانه ما جامعه‌ای داریم که جامعه شدیداً مصرفی هستش و شهروندان از فرهنگ و تربیت و آموزش محیط زیستی برخوردار آنطور که باید شاید نیستن و از سوی دیگه تمامی سازمانهای دولتی، سازمانهای دولتی بودن که در واقع در بخشای مهمی از جنگل‌های شمال درخت‌ها رو در واقع تراشیدند و نابود کردند که حتی برای خودشون پادگان‌های نظامی به وجود بیارن. بنابراین این میله‌های گران قیمت رو بساز بفروشی دیگه. من
کاملا صحیحه، کاملا صحیحه. بنابراین اینها مسئله نیستش که اتفاق افتاده باشه و این اتفاق به لحاظ به اصطلاح غیب دستهای غیبی باشه، نخیر، اینها مستقیما در زیر سیاستهای گوناگون جمهوری اسلامی روی داد. مگر مسئله زاینده رود از چه زمانی جلو آب رو گرفته؟ ما طبعا به طور گذشته و سنتی مواردی بوده که آب رودخانه ها از جمله زاینده رود پایین می اومده، بالا می رفته، ولی مستقیما به لحاظ در واقع کارخانه های مهم و کشتای مهمی که در و همچنین تقسیم آب به سمت شهرهای دیگه، آب رو در قسمت غربی زاینده رود در قسمت قبل از رسیدن به اصفهان خفه کردن و بنابراین منجر به این شد که در طول مسیر در واقع چند صد کیلومتری خودش نتونه در واقع اون آب جاری بشه و منجر به این شد که از جمله مسئله خود ایجاد و گسترش ریزگردها هم به خاطر در واقع خشکی خود آب زاینده رود بوده. بنابراین مسئولیت رژیم یک مسئولیت کامل هستش و این مسئولیت به شکل منفی و ویرانگرانه انجام شده. آقای قالیباف ضمناً اشاره میکنه که بله، حل این مسئله به تنهایی ممکن است، باید جامعه جهانی بیاد و کشورهای دیگه بیان کمک کنن و سازمانهای بین المللی و از این حرفها. حالا اینجا که میرسه سازمانهای بین المللی هم دعوت به همکاری میشن، به ضرب المثلی داریم کوچه و خیابان که همسایه ها یاری کنیم تا من شوهر داری کنم، چطوری بود؟ همه جامعه جهانی و اینها بیان کمک کنن و این آلودگی رو از بین ببرن، اینو تا آقای قالیباف و مسئولی ابتکار و بقیه مثلا مدیریت کنن و از مزایای شهردار بودن و اینها استفاده بکنن و هر چه که هست اونا مسئول نیستن. اون وقت در یک همچین شرایطی هستش که کارهای عبث و بیهودی مثل این کاروان راهیان نور یه همچین بودجه‌ای صرف میشه، 300 خانم افسانه پیفون میگه مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان، امسال 320 دانشجوی دختر و پسر راهی کاروان نور میشن، میرن دهلاویه، طلاییه، خرمشهر و شمچه و اینها رو ببینن و در این سفر از حضور روحانیون نیز استفاده میشود. اون بودجه ها صرف می همچین کارهایی میشه و کارهای دیگه که خوب میدونیم. شما میفرمودید خانم بهرامی درباره راهکارها برای سامان دادن مردمی که آب ندارن، اقلا آب آشامیدنی سالم ندارن، نان کافی ندارن، کار ندارن، امنیت ندارن، اقلا هوای تمیز خداوندگار رو ازشون دریغ نکنن. چه میشه کرد برشون؟ چه راههایی وجود داره خانم بهرامی؟ من فکر میکنم که ما باید به لحاظ آماری اطلاعات دقیق بر اختیار مردم بذاریم، برای اینکه به طور طبیعی وقتی که ما توی محیط جغرافیایی زندگی میکنیم با شرایطی که برامون به وجود اومده خودمون رو تطبیق میدیم و به خاطر همین تفاوت‌ها رو ممکنه برامون محسوس نباشه. به طور مثال مثلا کسایی که توی شمال شهر تهران زندگی میکنن و اونایی که در جنوب شهر تهران زندگی میکنن ممکنه در حمل و نقلای داخل شهری متوجه تفاوت هوا و تفاوت آب بشن، ولی تا زمانی که تو محل زندگی میکنن ممکن این رو در واقع حس نکنن و ازش درکی نداشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که ما باید در واقع بدونیم که وقتی در مورد میزان آلودگی منطقه مثل خوزستان صحبت میکنیم با چه اعدادی مواجه هستیم. شما ببینید که ما در خوزستان تقریبا 50 برابر حد نرمال متوسط آلودگی داشتیم. یا مثلا اگر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که غلظت استاندارد آلاینده های موجود در هوا میتونه ماکسیموم 20 میکروگرم بر متر مکعب باشه، در حالی که این در خود شهر اهواز 372 تا 375 میکروگرم بر متر مکعب اندازه گیری شده. پس ببینید که ما با یه میزان عدد و رقم هایی مواجه هستیم که اون رو معمولا ندیده میگیریم، یا اینکه مطابق سیستمی که همیشگی که در واقع دولت در پیش گرفته اطلاع رسانی نمیشه و یا با یه دید سیاسی و امنیتی به ماجرا نگاه میشه. شما ببینید که روستاهایی که در منطقه جنوب استان خراسان هستن، در منطقه مرزی نهبندان هستن، در اطراف شهر طبس هستن، اینا مناطق یا در زیرکوه قائن هستن، اینا روستاهایی بودن که به نوعی
در واقع تولید کشاورزیشون همیشه به شکل خیلی ساختارمندی با مطابق جغرافیاشون بوده، معمولا با دیم کار میکردن، حتی باقای دیمی داشتن و اینها واقعا آدم های زحمتکشی بودن که الان سهم روزانه آبشون شده 15 لیتر آبی که روزانه با تانکر براشون برن و کشاورزی که آب آشامیدنیش با تانکر براش هم میشه، چطور میشه انتظار داشت که دامداری داشته باشه و کشاورزی داشته باشه؟ در مورد منطقه خوزستان و در مورد سیستان و بلوچستان و خوزستان به نظر میرسه که ما میتونیم در کوتاه مدت همونجوری که خیلی از کارشناسا صحبت کردن و در موردش حرفای زیادی و ایده های زیادی مطرح شده که من فکر میکنم لازمه اشاره بکنم به دو تا گروه این اطلاعات و داده‌های خیلی مهم. یکی یه سندی که در سال 91 به اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی منتشر کرد، در نزدیک 32 صفحه گزارش کامل داد در مورد وضعیت روی اروندرود، کارون، بهمنشیر و در مورد سدسازی ها، شور شدن آب، جلو آمدن آب خلیج فارس و در مورد همه اینا هشدار داد و اینکه نخلستان ها داره ویران میشه، محصولات کشاورزی داره تغییر شکل پیدا میکنه و این ساختار تبدیل به نیشکر موافق وضعیت جغرافیایی که این منطقه داره نیست و همه اینا هشدار داده شد. یا اینکه یه همایشی برگزار شد برای مقابله با بیابانزایی که چیزی نزدیک بیشتر از 50% مطالبی که تو اون همایش سمینار سالانه ارجاع شده بود مرتبط بود با منطقه خوزستان. پس ما میبینیم که متریال و داده وجود داره و کارشناسای زیادی هم هستن که بومی یا خارج از ایران دوست دارن کار کنن. UNDP سال 91 یه سندی رو در واقع منتشر کرد که 12 تا کارشناس خارجی داخلی رو به کمک گرفت که تجربه های مشابهی داشتن در مورد ارومیه و هامون، برای نجات ارومیه و هامون راهکارهای زمانبندی شده ارائه دادن. ولی متاسفانه برای داشتن یک محیط زیست سالم و در واقع برای زیربناسازی یک محیط زیست پایدار ما نیاز به چند شاخص خیلی مهم داریم. یکی قوانینه که باید قوانین در واقع منطقی وجود داشته باشه، سازمان هایی وجود داشته باشن که به طور مستقیم مسئول باشن و به اندازه کافی از اونها امکان بازخواست و جوابگویی وجود داشته باشه. مطرح بعدی تخصیص بودجه است، برای اینکه ما هنوز وقتی هنوز ابزار اندازه گیری نداریم، هنوز حتی به گفته خانم ابتکار طالابایی داریم که توش مین وجود داره و زمینایی داریم که توش مین وجود داره و نمیتونه مثلا محیطبان به اونجا بره یا نمیتونه کارشناس محیط زیست برای اندازه گیری به اونجا بره مستقیما و ما میبینیم که به هر حال هزینه و بودجه به این موضوع اختصاص داده نشده. از نیروهای علمی هم که وجود دارن و علاقمندن در این زمینه کار بکنن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، هیچ بهره بری و استفاده ای نمیشه. خانم ابتکار میان به ایتالیا در حالی که ما مثلا همین شهر تورین مشکل داشته در مورد آلاینده ها، جز شهرهای آلوده پنج شهر ده شهر یا پنج شهر آلوده دنیا بوده و به جای اینکه به هر حال راهکار بخواد، کمک بخواد، یا اصلا دولت چین که مراودات اقتصادی اینقدر آشفته ای در واقع باشون دارن، میتونن کمک بخوام برای اینکه اونا کارهای تحقیقاتی زیادی در مورد آلاینده ها بیابانزایی انجام دادن. خب ولی این اتفاق نمیفته، اسناد فقط مکتوب میشه و من میتونم به جرات بگم که یه سیستم پوشالی حاکمه بر محیط زیست که در پشتش هیچی وجود نداره بجز اینکه ظاهر سازی. شما ببینیم به طور راهکار ارائه میدن برای کوتاه مدت توزیع شیر و ماسک رایگان در خوزستان، این واقعا میتونه به عنوان یه راهکار باشه. منطقه‌ای که نیاز داره، شما اگر هوای آلوده داره حداقل تسهیلاتی رو در نظر بگیرین که اینا تغذیه سالمی داشته باشن، آب سالمی داشته باشن، یا اینکه در مناطقی که به شکل عمومی مثل مدارس، ادارجات، سیستم تهویه مناسبی راه اندازی بشه و امکان داده بشه به جغرافیا و به بوم و اقلیم اون منطقه که کم کم خودش رو، ساختار خودش رو تطبیق بده با وضعیت موجود حداقل در کوتاه مدت و بعد شروع بکنن به در واقع بررسی وضعیت سرعت بیابانزایی، سرعت تبخیر، اندازه‌گیری پساب‌ها، لایروبی رودها و اینا میتونه به عنوان میان مدت یا همین ماشه پاشی که به هر حال من فکر میکنم ده. که امکاناتی صنایع وزارت نفت و صنایع در واقع شاید نیروهای نظامی هم با تجربه سواد جنگی که عملیات جنگی تجربیاتی در این زمین داشته باشن میتونن مفید باشن و در دراز مدت هم مطمئنن باید سرمایه گذاری بشه برای کاشت و تغییر پوشش گیاهی منطقه، برای از بین بردن صدایی که اونجا بدون هیچ کار تحقیقاتی و کارشناسی تأسیس شدن صرف منافع یه گروه اندک
و منافع کوتاه مدت، برای اینکه سدی که 5 سال فقط میتونه تو خودش آب نگه داره و بعد تبدیل میشه به یه تپه نمکی، چه ارزشی میتونه حتی برای گروهی داشته باشه که اونو تأسیس کردن؟ این فقط نشون میده که اینا هیچ نظر کارشناسی رو اعمال نکردن در مورد این ماجرا و دانشی هم وجود نداره. به نظر من نه ابزارش وجود داره نه دانشش وجود داره، علارغم تلاش و دلسوزی نیروهای محلی و نیروهایی که خارج از ایران روی زمینه خاورمیانه، محیط زیست خاورمیانه کار میکنن و اعلام همکاری کردن، اعلام علاقه کردن برای همکاری با این مشکل، دولت ایران سیستمش رو ایزوله کرده و هیچ تمایلی نداره برای رفع ریشه‌ای مشکل محیط زیست در ایران. خانم ابتکار، شما اشاره کردین در سفری به ایتالیا اومد؟ بله بله، خانم ابتکار یه سفری داشتن به ایتالیا و اعلام کردن که ما سه تا قرارداد عمده بستیم در زمینه محیط زیست با ایتالیا، برای حذف گازهای گلخانه‌ای، برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر و برای آموزش. منتهاش من در هیچ رسانه ایتالیایی ندیدم که این منتشر بشه، بهش اشاره بشه، و کماکان موضوعی که اونجا خیلی مورد بحث بود مسئله زنان بود، که البته اونم خانم ابتکار مثل همیشه در واقع این رو با اهمال کاری و با پاسش و پاسخهای خیلی در واقع پیچاندن موضوع و لاپوشی این ماجرا سعی کردن که هم سیستم تبلیغاتی نظام پیش ببرن. منتهاش در مورد محیط زیست هیچ عملا هیچ کار مفیدی انجام نشد. حتی نمایشگاه های بین المللی گذاشته شده در همین به طور مثال ایتالیا یا در چین برای تهیه ابزارات اندازه‌گیری و برای سلولوئیدها، برای ژنراتورهای بادی، که ایران هیچ اقدامی نکرده در مورد اینها و هیچ گزارشی هم وجود نداره که مجلس در بودجه که مصوب کرده برای سال جاری بخش رو اختصاص داده باشه به در واقع زیربناسازی و محیط زیست پایدار. بله، خانم معصومه ابتکار، اما از سفر به خوزستان در روزهای نخستی که ریزگردها بر زندگی مردم نازل شده بود خودداری کرد. خانم ابتکار از جمله تروریستایی بود که سفارت آمریکا در ایران رو به اشغال در آوردن و باعث لطمه زدن به حیثیت ایران در جامعه جهانی یک و هدر رفتن میلیارد سرمایه های مردم سیستان و بلوچستان، خوزستان و بقیه مناطق ایران شد. به پاس این اقدام تروریستی، خانم معصومه ابتکار سالیان سال هست معاون رئیس جمهور، از چه در دوره محمد خاتمی و چه در دوره حسن روحانی، و در میونه هم شغل‌های دیگه‌ای در همین سطح داشت، خانم معصومه ابتکار. اما نکته اینه آقای ایجادی، چرا این مسئولان جمهوری اسلامی 35-36 سال بالاخره زمان کمی نیست در حوزه کار خودشون صاحب تجربه تخصصی؟ همین خانم معصومه ابتکار که مثال میزنیم، خب سال هاست تحصیلاتش چیز دیگه بوده، آمده مثل خانم اعظم برامی در این زمینه تحصیل نداشته، در یه رشته دیگه تحصیل کرده. اینجا اگه اشتباه نکنم دانشگاه پنسیلوانیا هم درس خونده یه دوره. به هر حال استعدادی دارن، 8 سال اونجا مسئول محیط زیست، چند سال اینجا و جاهای دیگه. چرا مدیریت حوزه ای رو که مسئولیتش رو دارن، حالا اون بخور به چاپ ها بغل هم هست، بعد چرا به جایی نمیرسه؟ یک تجربه کارآمدی برای حل مسائل پیدا نمی کنن. علت چیه؟ فساد نهادینه شده است؟ چی هست؟ بله، همطور که میدونیم یکی از ویژگی های نظام های ایدئولوژیک، ملاک‌ها و معیارهای ایدئولوژیک در انتخاب افراد و در به اصطلاح تعیین حدود مداخله و مسئولیت افراد هستش. این رو ما در ارتباط با مجموعه هرم دولتی میتونیم نگاه بکنیم که آیا واقعا اینها همه بر پایه دانش به اصطلاح تخصصی خودشون، مدارک تخصصی واقعی خودشون و همچنین تجربه های واقعی هستش، یا اساساً بر پایه ملاک های نزدیکی و ایدولوژیک دینی و شیعه‌گری هستش. در ارتباط با مسئله محیط زیستم
در ایران همطور که ما میدونیم بخشی از به اصطلاح دانشجویان هر ساله در زمینه محیط زیست در واقع اینها استیویسی میکنن، دارای مدارکی میشن، ولی متاسفانه اون افرادی هم که در این به اصطلاح مدارها خودشون رو آماده میکنن بر اساس برخی از به اصطلاح مدارک و یا تحقیقاتی که شده، اغلب این افراد که در زمینه مثلا محیط زیستی مطالعه و تحصیل میکنن برمیگردن به همون سیستم اداری و در ارتباط با کارهای دیگه، به خاطری که در تمام این زمینه ها راه‌ها بسته هستش و فقدان مدیریت صحیح هستش برای باز به اصطلاح به کار گرفتن این نیروها. خانم ابتکار که چندین و چند سال هستش که خودش رو به عنوان به اصطلاح مشاور یا به هر حال وزیر یا در زمینه محیط زیستی میدونه، خب آخه این چه کشوری هستش که با حدود 80 میلیون جمعیت، با وجود بیش از 5 میلیون دانشجوی در دانشگاه ها، مثلا این کشور نمیتونه افرادی با به اصطلاح شخصیت هایی که دارای شایستگی های حرفه ای هستند داشته باشه؟ مسلما میتونه چنین کشوری داشته باشه و حتما هم وجود داره، افراد بسیار بسیار شایسته در همه زمین ها و از جمله در زمینه مسائل محیط زیستی وجود دارن، ولی اینها مسئله رابطه هایی که هستش، رابطه های بانت ها هستش، رابطه های در واقع لایه های مختلف قشر های حکومتی هستند، سیاستی که بر به اصطلاح دستگاه حکومتی ایران حاکم هستش، سیاست یک متناسب با فساد هستش، متناسب با مسائل ایدولوژیکی مذهبی هستش، در ارتباط با خانواده‌هایی هستش که تصرف قدرت رو کردن و بنابراین اینها به هیچ وجه اون چه که از اصل قضیه هستش، یعنی که پیدا کردن و بر سر کار قرار دادن شایستگی ها و در واقع کارکشتگی های لازم به اصطلاح حرفه‌ای، متاسفانه در دستور کار اینها قرار نمیگیره. من فکر میکنم واقعا ما متاسفانه، من این رو از زاویه بدبینی نمیگم، این رو از زاویه نگاه هم و به اصطلاح نوع ریالیزم میگم، در ارتباط با بسیاری از مسائلی که برمیگرده به اصطلاح حساسیت جامعه و مسائل محیط زیستی در جامعه و غیر ذلک، ما از این متاسفانه دولت هیچ انتظاری ما نمیتونیم داشته باشیم. حتی به اصطلاح انجمنهایی هستند، کنشگران محیط زیست ایران هستند که اونها بسیار فعال در این زمینه دارن کار میکنن، خب ولی دولت، سیستم دولتی، مدارهای دولتی و همین سازمان محیط زیستی دولت ایران که خانم ابتکار بر رأسش قرار داره، که مرتب یا قلوف میکنن اینها، یا در واقع حرفای نابجا میزنن، یا در ارتباط با مسائل به فرض آمارهای صحیح اینها ارائه نمیکنن. و چندی پیش بود که خانم ابتکار میگفتش که به هر حال به حمدالله دیگه استفاده از به اصطلاح بنزین های خطرناک تموم شد و مسیر به طرف مسیر بهبودی ما حرکت میکنیم، و این رو در اشاره به این مطلب میکرد که به اصطلاح همونطور که ما میدونیم به لحاظ به اصطلاح مجازات های بین المللی میزان ورود بنزین ها با استانداردهای بین المللی در ایران محدود شد و به خصوص حتی حذف شد در زمان احمدی نژاد، و اینها مجبور شدن که با سیستم های داخلی خودشون این تولید رو انجام بدن، و ما هنوز نتایج این که این میزان مرگ و میری که در ایران وجود داره و بر اساس آمارهای پراکنده که اینجا اونجا هستش، که این آمار پراکنده گاه از طریق قانون پزشکی هستش، گاه از طریق بهشت زهرا هستش، یا از طرف برخی محافل پزشکی هستش، وقتی میگن که حدود 4000 بیش از 4000 نفر در طی یک سال در واقع به لحاظ به دلایل گوناگون جان خودشون رو از دست میدن به خاطر آلودگی های هوا، این باید ما رابطه های اینو مشخص بکنیم. آن بنزین ها و گازوئیل به اصطلاح مخرب و جان فرسایی که اینها پخش کردن و دولت اینها رو پخش کرد، نتایج این در ارتباط با زندگی انسان ها ما باید اینو نگاه بکنیم. بنابراین جلوگیری
جلوگیری کردن از آمارها، پخش آمارها، جلوگیری کردن از فعالیت‌های افراد دانشگاهی و محققینی که در این زمینه کار کردند و نظر دارند، جلوگیری کردن از افرادی که شایستگی در واقع حرفه‌ای میتونن داشته باشن. همه و همه برمیگرده به این نظام ایدئولوژیکی که در واقع آنچه که براش مهم هستش نه در واقع سلامت جامعه. امروز جامعه ایران به شدت در یک فساد عمومی از بالای هرم دولتی تا سطح عمومی سطح جامعه ما باش مواجه هستیم و یکی از این جنبه های محیط زیست به اصطلاح فساد هم در ارتباط با مدیریت مربوط به امر محیط زیست هستش. بنابراین قاموس این رژیم، رژیم ایدئولوژیک دینی، جز این نتیجه دیگه متاسفانه نمیتونه داشته باشه، هرچند که در ایران دلسوزان بسیار بسیار زیادی هستن با دانش که اونها این امکان رو پیدا نمیکنن که وارد میدان عمل و مدیریت بشن. بدون تردید حتی در همون سازمان‌های مربوطه محیط زیست هم کسانی هستن که لابد دستشون بسته است و سمت و کاری نیستن جز کارمندان ساده‌ای که به هر حال میخوان. من دیدم خود شما حتما و همینطور خانم بهرامی گرامی در فیسبوک ها و رسانه‌های دیگه گروه‌هایی هستن، دختران و پسران جوان ایرانی که کاری که دستشون برمیاد روزای تعطیلشون میرن و پاک کردن دامنه کوها، جمع‌آوری زباله‌ها از این بر اون بر در کوها و دشت و جاهای طبیعی رو مسئول نگه داشتن. اما نکته جالب برای من این هست خانم بهرامی گرامی، اینه که مسئولان جمهوری اسلامی و همینطور آقای ایجادی عزیز به عنوان یک خبرنگار بیشتر عمل میکنن، یعنی میان و فقط خبر میدن. مثلا یکی از مسئولان میگه که آقا همین آقای قربان نژاد، سیروس قربان نژاد، مسئول محیط زیست در مازندران، سالانه حدود بالای 500 هزار تن پلاستیک در کشور مصرف میشه، بخش بزرگیشو در جنگل ها میریزن، گزارش میدن ایشون. یا آقای علی محمد شاعری از مقام محیط زیست است، میگه دفن غیر بهداشتی بیمارستان ها، زباله های بیمارستان ها، این باعث بیماری میشه. خب اینم همه ما، منم میدونم، لازم نیست که قائم مقام سازمان محیط زیست بود. شما چه میکنید برای اون؟ از همه یک خبر مسرت بخش انگار به مردم میدن. آقای سید معید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت، آمده گویا که خبر بسیار خوشحال کننده است، میگه که از مجموع 200,000 معتاد تزریقی در کشور حدود 40,000 نفر گرفتار ویروس ایدز هستن. حالا مسرت بخشش اینه که ایشون خبر میده تا آخر سال 83 معتادان مبتلا به ایدز در کشور به 100,000 نفر بالا میشن، یعنی افزایش پیدا میکنه. برنامه شما چی هست برای جلوگیری از این موضوع؟ اما خانم بهرامی گرامی، نشستی همایشی در اهواز تشکیل شد، در اون کارشناسان اشاره کردن که پیامدهای استرس این ریزگردها باعث پایین اومدن مقاومت بدن میشه، یعنی اثرات روانی زیادی هم داره در زندگی روزمره مردم. داره یا نداره واقعا به این شکلی که گفته شد؟ ببینید، ما وقتی که در مورد مشخصا عوامل مخربی که محیط زیستی رو به اضمحلال ایجاد میکنه در مردمی که ساکن اون منطقه هستن، به نظر من اولا که باید اینو جمع ببندیم و فقط در واقع معطوف به آدم ها نیست، تمام موجودات زندهی که توی اون منطقه ای که مبتلا شده به حالا به بیماری مثل ریزگرد یا مثل تالاب‌هایی که آلوده شدن به زباله‌های صنعتی و پسابه‌های کشاورزی یا مثل رودخانه‌های مرده که آمارشون خیلی زیاد شده در استان گیلان و یا مثل جنگل‌ها، زباله‌هایی که در جنگل‌ها دفن میشن، اشاره می‌کنیم بخش زیادی از موجودات زنده رو در بر می‌گیره، از درخت‌ها، از پرنده‌های مهاجری که سالیانه میان و آمارشون به شدت کاهش پیدا کرده و در واقع مثلا در مورد خلیج فارس می‌بینیم که تعداد خیلی زیادی از انواع ماهی‌هایی که
توی آبهای حاشیه خلیج فارس زندگی میکردن الان دیگه تعدادشون خیلی کاهش پیدا کرده و یا تپه‌های در واقع جلبکی که اونجا وجود داشته، مرجانی که اونجا وجود داشته، جنگل‌های هرا که بخش زیادیش در کل جغرافیای جهان متعلق به ایران بوده و یه منطقه بسیار بسیار حساس و بسیار بسیار توریستی میتونست باشه و به لحاظ بیولوژیکی هم خیلی در اهمیت داره در چرخه تبادل در واقع دریا و خشکی و با بیتوجهی و در واقع با ریختن زباله های پسابای صنعتی کارخونه های پتروشیمی یا تعویض روغن های نفتکش ها، اینا همه آلوده شده. وقتی ما در مورد این محیط زیست آلوده و بیمار صحبت می کنیم، مطمئنن این آسیبش متوجه ساکنان اون منطقه میشه. یه بخشش آلودگی هایی که هست که به شکل فیزیکی خودش رو نشون میده در کوتاه مدت، مثل انواع برونشیت ها، مثل انواع آلرژی های پوستی و چشمی و اگزما و اینا، و یه بخشش در دراز مدت خودش رو نشون میده، مثل افزایش آمار انواع سرطان در ایران که ارتباط مستقیم اون رو پیدا کردن در واقع با افزایش استرس، با افزایش استفاده از انواع مواد غذایی آلوده و بیکیفیت، با کاهش مصرف سبزی و گوشت و میوه که رابطه مستقیمی داره با اونها. و تو انواع اقسام سمینارهای پزشکی هشدار دادن در موردش و متاسفانه حتی با مرکز آمار مشخصی هم در این مورد خاص سرطان حتی در ایران نداریم که اطلاعات دقیقی رو ارائه بده. خب یه بخشش در دراز مدت روی فیزیک بدن خودش رو نشون میده و یه بخشش مطمئناً معطوف به شرایط روحی و عاطفی و احساسی و آدم هایی که مجبور میشن سرزمین خودشون رو ترک بکنن و یا اینکه در واقع جغرافیایی که باهاش مواجه بودن، مثلا در مورد جنوب ایران شما می‌بینید که مدت‌ها درگیر جنگ بودن و بعد بدون اینکه لایروبی انجام بشه مثلا تا مدت طولانی، بعد از اینکه رودها حالا باز در واقع لایروبی شد، پاکسازی شد، اون منطقه از مین و آلاینده‌های نظامی که اونجا وجود داشت به هر شکل فرم سخت افزاری، می‌بینیم که دوباره مردم مواجه میشن با مشکلات محیط زیستی، نخلستان‌هاشون رو به نابودیه و این مطمئنا تأثیرات خیلی مهمی میتونه داشته باشه در شرایط روحی آدمهایی که در اون جغرافیا دارن زندگی میکنن. و بخش دیگه ماجرا اینه که ما وقتی در مورد آب صحبت میکنیم، یه قسمت مهم قضیه کشاورزها و دامدارها هستن، کوچنشینان عزیزی هستن که دارن تو ایران زندگی میکنن و آمارشون هم زیاده. شما در منطقه لرستان، در منطقه خراسان جنوبی، در منطقه کرمان هنوز هم و شیراز، بخشای زیادی از استان فارس کوچنشین ها رو داریم که اینها مسلما زندگی و حیاتشون به آب، به چه به شکل زیرزمینی و چه به شکل رودها بستگی داره و اینها یا مجبورن در حاشیه شهرها زندگی بکنن که خب بعد مشکلات، با توجه به اینکه ما قوانینی هم که در مورد حمایت از حقوق کارگرا یا بیکارا یا بیمه نداریم، خب مسلما اینها تکلیف بچه‌هایی که تحصیل میکنن، تکلیف وضعیت زندگیشون، تکلیف اولیه ترین حقوق انسانیشون به لحاظ مسکن و به لحاظ محل سکونت و تحصیل براشون نامشخص و مبهم و اینا آینده خیلی سیاهی رو خواهند داشت. و مطمئنا مجموعه اینها تبدیل میکنه اون فضا رو، اون جغرافیایی که طبیعتش بیمار شده رو، در واقع رنگ آسمونش رو کدر و تیره میکنه و این افراد آینده روشنی برای خودشون نخواهند دید. کما که من اضافه میکنم به این قضیه مثلا مرکزگرایی و توجه ویژه سیستم جمهوری اسلامی رو به تهران. ما خیلی کم میشنویم اسم روستاهای از سیستان و بلوچستان رو، خیلی کم میشنویم و میخونیم حتی در رسانه‌های ایران و خارج از ایران حتی اسم روستاهای دورافتاده از قم رو، از قزوین رو، از کاشان رو. و من فکر میکنم که در واقع این یه تبعیض خیلی واضحی هم در اینجا وجود داره که به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی هم خودش رو نشون میده که سیستم مرکزی یا توان اداره بوم به بوم و برنامه ریزی متناسب با اون اقلیم رو نداره و یا اینکه نمیخواد عملا مناطق مرزی ایران رشد و گسترش پیدا بکنن و اینها رو بسته و محدود نگه میداره و در واقع اجازه رشد و توسعه رو به اونها نمیده. شما ببینید که ما در دشتای سیستان چه پتانسیل زیادی رو داریم برای استفاده از جنراتورهای بادی، برای استفاده از انرژی خورشیدی و نیاز داره که سرمایه گذاری بشه، ولی الان روستاهای مرزی بسیار زیادی در اون منطقه خالی شدن. و همینطور شما می‌بینید که در مناطق کردنشین ایران، در استانهای حاشیه مرز ایران و عراق و ایران و ترکیه، دقیقاً با همین موضوع مواجهه که روستاها کوچ کردن به حاشیه شهرها برای اینکه امکانات نداشتن.
و من فکر میکنم بله که مجموعه اینها نشون میده که ما باید آینده، حتی در 10 سال آینده به نظر، و ما وقت در مورد آینده سخن کنیم حتی زمان طولانی هم نه، برای اینکه نه قانون داره مصوب شده بر حمایت از این مجموعه، نه بودجه‌ای برای اون تصویب شده و نه برنامه دراز مدتی رو دولت به عنوان با استمرار و پیگیری داره انجام میده. و خیلی مهمه توی این زمینه به نظر من داشتن صنف و سندیکا و رسانه آزاد که اطلاع رسانی بکنه و آمار دقیق بده و فرهنگ سازی بکنه در مورد مسئله محیط زیست. قطعا همینطور هست، بله، یکی از ارکان لازم هست برای اون چی که محیط زیست، بهبود محیط زیست در ایران، که امیدواریم روزی چنین بشه. و اما آقای ایجادی گرامی، وقتمون کم و مسئله بزرگی مثل اعتیاد، آمار ارقامی که منتشر میشه واقعا حیرت انگیز هست. ایران بزرگترین مصرف کننده تریاک در جهان، 85% تریاک و 35% هروئین جهان در ایران کشف میشه. روزانه بالای 1 تن مواد مخدر در ایران کشف میشه، نه یک سال، چندین ساله. مسئولان جمهوری اسلامی میگن از مرزهای جنوبی و شرقی کشور میاد. خب یه روز، 2 روز، 10 روز، 10 ماه، 10 سال، نه 30 و چند سال. این همه رو آیا میشه گردش چون این مواد مخدری رو که میلیاردها دلار هست بدون یک قدرت بزرگ، دست یک قدرت بزرگ در این به اصطلاح تجارت به اصطلاح اداره کرد؟ این که خورده پاها رو اعدام میکنن به جای خود، اما 30 و چند سال میلیاردها دلار در چرخش هست. بدون قدرت بزرگی میشه این کار کرد آقای ایجادی؟ بله، شما دست میذارید دوی یکی از آسیب های بسیار بسیار مهم تو جامعه ایران، که اون هم مسئله در واقع اعتیاد و مجموعی خطراتی رو که این با خودش پیوسته داشته و خواهد داشت. من در همین کتاب اخیر خودم تحت عنوان جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران، یه بخشای مهمی رو به مسائل مربوط به فساد در جامعه ایران و از جمله مسئله اعتیاد اختصاص دادم. فقط در یک نکته میشه مطرح کرد که امروز واقعیت امین استش که در جامعه ایران حداقل بنابر آماری که هستش حدود 10 میلیون جمعیت ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با مسئله اعتیاد و مسئله مواد مخدر درگیر هست و آسیب دیده. 10 میلیون آدم، و به علاوه این 10 میلیون به لحاظ این آسیبی که ناشی از مواد مخدر هستش رو ما باید در نظر بگیریم که این گونه مسئله در درون جامعه ایران و در درون خانواده ها به نوبه خودش مسائل و آسیب های دیگه ای رو به وجود آورده و خواهد آورد. مسئله به فرض به همریختگی خانواده ها، مسئله افزایش خشونت در درون خانواده ها، مسائل مربوط به در واقع بیرون راندن کودکان در به اصطلاح خیابان ها و نابودی تمامی امکانات حمایتی از به اصطلاح نوجوانان و غیره و غیره. بنابراین این ماجرا، اینها زمانی که میخواستن سر کار بیان، آقای آیت الله خمینی هم اعلام کرده بود که جامعه ایران به سوی یک بهشت برین خواهد رفت، ولی ما دیدیم این بهشت برین اینها جز جهنمی از نظر جامعه شناسی چیز دیگه ای نبود. مشتی از در واقع برنامه هایی که غیر صادقانه و غیر واقعی بود و مجموعی حرکت رژیم در مسیر آسیب رساندن بیشتر به جامعه بود، و ما میدونیم و یا شنیدیم و یا شواهدی حتی بودند که خود کسانی که در درون سیستم حکومتی قرار دارند خود نیز سازمانده این گونه فعالیت های مربوط به مواد مخدر بوده و هستند، همچنان که در زمینه مسائل واردات و به اصطلاح صادرات اجناس در مملکت ما این طور هستش، همچنان که در ارتباط با مسائل مربوط به سدسازی این گونه مسائل هستش. در تمام زمینه ها افراد در درون حکومت خود سهم داشتند در فساد و در واقع ایجاد آسیب دیدگی های بزرگ و بزرگتر.
بسیار سپاسگزار هستیم، مسئله بسیار بزرگی است. امیدواریم در برنامه های دیگه با ما باشید و در این زمینه به اصطلاح مسئله رو بشکافیم، راه حل هایی که برای پایان دادن به این مسائل هست رو برای بینندگان مطرح کنیم. سپاسگزار هستیم. اما از حق هم نباید گذشت، باید این رو هم گفت که آقای خامنه ای به تازگی بر اهمیت محیط زیست تاکید کرده. خب اینو همه باز میدونن. بله، به قول معروف گفت از کرامات شیخ ما این از شیره را خورد و گفت محیط زیست چیزی بسیار مهم نیست، حفظ کردنش. سپاسگزار هستیم خانم بهرامی گرامی، با سپاس از شما. منم سپاسگزارم از شما و بیننده‌های عزیزتون. امیدوارم که آینده روشنی منتظر محیط زیست ایران باشه. امیدوار هستم. سپاسی دوباره از آقای ایجادی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران دراک، الوند کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.